ایستگاه قطار کراماتورسک با دیوارها و آجرهای قرمز. ایستگاهی که در روزهای اخیر شاهد عبور صدها مسافری بود که قصد داشتند خودشان را به جایی امن برسانند. جایی که از بمب و موشک و مرگ خبری نباشد. اما حمله موشکی صبح جمعه ارتش روسیه به این ایستگاه کوچک در شرق اوکراین از ازدحام مسافران چیزی باقی نگذاشت جز ردی از خون، چمدان‌های رها شده، وسایل شخصی خون‌آلود و صفی از جنازه. به گفته مقامات اوکراینی در حمله موشکی روسیه به این ایستگاه که مملو از زنان، کودکان و افراد مسن بود، دست کم 50 نفر کشته و 98 تن دیگر زخمی شدند. حمله ای که از سوی گزارشگران و سیاستمداران وحشیانه، غیرقابل توصیف و دهشتناک توصیف شده. و فرماندار منطقه دونتسک ادعا کرده که موشک شلیک شده حاوی مهمات خوشه‌ای بوده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که در پارلمان فنلاند سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد که هیچ نظامی در ایستگاه نبوده و فقط غیر نظامیان منتظر قطار بودند. زلنسکی در بیانیه‌ای گفت روس‌ها به دلیل نداشتن قدرت و شجاعت برای مقابله با سربازان ما در میدان نبرد به مردم غیر نظامی حمله می‌کنند. تهاجم روسیه شری است که پایان ندارد و اگر مجازات نشود هرگز متوقف نخواهد شد. گزارش‌ها و تصاویر از ایستگاه کراماتورسک آنقدر تکان دهنده بود که بسیاری از سیاستمداران دیگر کشورها را هم به واکنش واداشت. جنساکی سخنگوی کاخ سفید گفته این یکی دیگر از جنایات هولناکی است که روسیه مرتکب شده. هدف قرار دادن غیر نظامیانی که در تلاش برای رسیدن به امنیت هستند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم این حمله را به شدت محکوم کردند. می‌دانم که دو کشور بریتانیا و آلمان حسی مشترک و تجربه می‌کنند. حسی از وحشت و انزجار نسبت به بمباران افراد بی‌پناه در حال فرار. حمله به ایستگاه قطار در شرق اوکراین نشون می‌دهد که ارتش روسیه عمیقاً در چه فرو رفته. سازمان ملل این حمله را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و بشردوستانه نامید و خواستار پاسخگویی عاملان آن شد. در پاسخ اما مسکو خود اوکراین را عامل حمله موشکی به ایستگاه قطار دانسته. تجزیه و تحلیل بقایای قطعات موشک ثابت می‌کند که حمله از سمت جنوب غربی صورت گرفته. موشک توچکایو فقط توسط ارتش اوکراین استفاده می‌شه. و همه اینها در حالی است که هنوز جهان در بهت جنایات ارتش روسیه در بوچا به سر می‌برد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که به همراه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به اوکراین سفر کرده، در دیدار از شهر بوچا با روشن کردن شمع به یاد کشته شدگان گفت انسانیت در شهر بوچا در هم شکسته شده. انسانیتی که سخت است آن را در میان صحنه‌های وحشتناک از قتل عام، گورهای دست جمعی و ترس و وحشت نهفته در چشمان این حیوان پیدا کرد. رکسانا خیرکار، واشنگتن.